سلام عزیزان، آرزو دارم که جور و صحتمند باشید. تشکر از اینکه از برنامه اخیر ما که با دو دختر خانم نازنین نیلوفر جان و پلوش جان بود بسیار زیاد حمایت کردین و به نیکس لیول سکن علاقه زیاد نشان دادین. بعضی شما عزیزا در زیر کامنت های یوتیوب، در تیک تاک پلوش جان، در اینستاگرام ما، در فیسبوک خیلی سوال پرسان کردین، اگرچه که ما در برنامه همه معلومات بر شما عزیزا دادیم و فکر میکنیم بعضی ها برنامه رو دقیق نمیبینن و بازم سوال های تکراری پرسان میکنن. خواستم که امروز جواب سوال های شما را بدم. کسانی که میخواین در داخل و خارج از استرالیا نیکس لیول سکنه که ای برند است، شما میخواین که آردر کنین، باید آنلاین باشه؟ اینا در استرالیا کدام دکان مغازه نیست که بفروشن، همگی باید آنلاین آردر کنن و در وبسایت چون برین شما میتونین آردر بکنین. و همچنان کسایی که میخواین در باره بفهمن، نیکس لیول سکن برای جلدایی که بخار داره و یا مثلا اکنی داشتن و داغش مانده، کسی که جلد خوش داره، چرب داره، آقایان و خانما میتونن از استفاده بکنن. عزیزا، کسی که از ما پرسان میکنیم، من شخصا جلدم بسیار شفاف است و بخار نداره، از این خاطر ما به کسی که بخار داره نیفم، ولی خود پلوشه جانشان در برنامه معلومات دادن و فایده میکنه، ولی جلد ما چون خشک است استفاده میکنم. همچنان این روغن بسیار زیاد خوبش است و من خودم خوش دارم و خوشبختانه که بعد از برنامه ای روغن اوت اف استاک شده و همه ای عزیز آزی خریداری کردن و پلوشه جانشون منتظر است که دوباره اینا رو ریستاک بکنن و به شما بیارن. و این هم ماسک است، کسایی که پوست خوش دارن میتونن هفته یک بار و دیگر میتونن هفته دو بار استفاده کنن که واقعا جلد خوبش میسازه. و یک چیز دیگه که تازه آمده، این کسایی که روی خدا میشویه و تر میشه، نه دستای آدم او میره از مخامده میشه، ایره میتونین که در دستایتان بپوشین به این رقم و وقتی که روی تانه میشوین باز ای اوائی جستاد میکنه و در لباس هایتان نمیری و پایان تر نمیره. و یک چیز دیگر هم که در برنامه ما یاد نکردیم ای است که عزیزا، کسایی که جلدش در بین محفل چرب میشه، شاینی میشه، باز ایره میتونین استفاده بکنین این رقم در جلد و امو روغن یا امو چربی که بلبلی میباشه و خوشایند نمیباشه امو را از بین میبره. بازم میگم کسی که میخواین آردر بتن از داخل و خارج از استرالیا میتونین که در وبسایت شما برین و شما آنلاین آردر کردن میتونین.